یکی از شاهزاده های دنیای تاریکه، به شکل جغدی که رو سرش تاج ظاهر میشه و 26 لشکر از شیاطین رو تحت فرماندهی خودش داره. این شیطان در مورد گیاهان و سنگهای قیمتی آگاهی داره و یکی از اساتید نجوم دنیای تاریکه. شماره 37، فنکس. فنکس یکی از مارکی های دنیای تاریکه. اون یک ققنوسه که 20 لشکر شیطان تحت فرماندهی خودش داره. اگه این شیطان جایی احضار بشه، به حالت آواز نوتهایی رو با صدای کودک میخونه که به شدت دلنشینه. اما اهالی حاضر تو اون مکان باید مراقب باشن که ملودی رو گوش ندن. فنکس استاد علوم شگفت‌انگیزه. شماره 38، آلفس. آلفس از یه خانواده سلطنتی تو دنیای تاریکه. اون یه مبارزه و به شکل آدم با سر کلاغ ظاهر میشه که صدای ناخوشایندی هم داره. فرمانده 26 لشکر از ارواحه. این شیطان طرفدار جنگه، سلاح و مهمات رو تهیه میکنه و مردها رو به جنگ میفرسته. شماره 39، مالفس. مالفس یکی از رؤسای دنیای تاریکه که به شکل پرنده سیاه با دست و پای بزرگ ظاهر میشه. 40 لشکر از شیاطین رو تحت فرماندهی خودش داره و به درخواست جادوگر و احضار کننده میتونه تبدیل به مرد بشه. این شیطان فریب میده و خواسته ها و افکار مثبت رو از بین میبره. شماره 40، راوم. راوم از یه خانواده سلطنتی تو دنیای تاریکه که به شکل کلاغ ظاهر میشه و فرماندهی 30 لشکر از شیاطین رو به دست داره. به درخواست جادوگر و احضار کننده به شکل مرد تبدیل میشه. این شیطان مسائل رو از گذشته و آینده میدونه و معروف به سارق و دزدی میکنه و کسانی که قصد سرقت دارن رو یاری میکنه. شماره 41، فوکالور. فوکالور یکی از دوکهای دنیای تاریکه که به شکل مردی با بال ظاهر میشه و 30 لشکر روح رو تحت فرماندهی خودش داره. این شیطان انسانها رو میکشه، اونا رو غرق میکنه و کشتیهای جنگی رو سردگون میکنه. فوکالور به باد و دریا قدرت داره. شماره 42، بپار. بپار یکی از دوکهای قدرتمند دنیای تاریکه. اون یه پری شیطانیه که 29 لشکر شیطان ازش دستور میگیرن. اون آبا رو اداره میکنه و توانایی طوفانی کردن امواج دریا رو هم داره. این شیطان کشتی‌های زرهی و مملو از مهمات و سلاح رو تو دریا و اقیانوسا راهنمایی میکنه. شماره 43، سپنک. سپنک یکی از مارکی‌های دنیای تاریکه که به شکل سربازی با زره و سلاح با سر شیر و سوار اسب ظاهر میشه. 50 لشکر شیطان تحت فرماندهی خودش داره. برج‌ها و قلعه‌های بلند می‌سازه و اونا رو با سلاح و مهمات مجهز می‌کنه. این شیطان میتونه به مرد آسیب فیزیکی برسونه و زخمایی که به وجود میاره رو آغشته از بیماری کنه. شماره 44، شکس. شکس یکی از مارکی‌های دنیای تاریکه که به شکلی لک‌لک با صدای ناخوشاینده، ولی به محض ورودش به مثلث جادویی به صدای زیبا تبدیل میشه. فرماندهی 30 لشکر شیطان رو به دست داره. میتونه بینایی، شنیدن و درک هر شخصی رو بگیره. از خونه ها پول و اسب بدزده و افراد رو فریب بده. این شیطان دروغگوه، مگر اینکه مجبور باشه وارد مثلث جادویی بشه. شماره 45، واین. واین یکی از پادشاهان دنیای تاریکه. به شکل شیری سوار اسب که یه افعی رو حمل میکنه ظاهر میشه. این شیطان میتونه دیوارها رو تخریب و دریا رو آشفته کنه. همچنین میتونه به سوالات راجع به گنجینه ها و اسرار پاسخ بده و اشیا رو مقدس کنه. شماره 46، بیفرونس. بیفرونس از یه خانواده سلطنتی تو دنیای تاریکه که به شکل هیولای بزرگ ظاهر میشه. به 60 لشکر روح دستور میده و استاد طالبینی و هندس است. این شیطان اجساد رو به داخل گورهای مختلف منتقل میکنه و روی قبرها شمع روشن میکنه. شماره 47، ویوئل. ویوئل یکی از دوکهای دنیای تاریکه که به شکل شتر دیده میشه و فرماندهی 37 لشکر از شیاطین رو به عهده داره. از گذشته و آینده با خبره و با زبون مصری صحبت میکنه. شماره 48، آگنتی. آگنتی یکی از رؤسای دنیای تاریکه که به شکل گاونر وحشی با بالهای گریفین ظاهر میشه.
33 لشکر شیطان رو اداره میکنه و میتونه تمام فلزات رو به طلا تبدیل کنه. شماره 49، کروسل. کروسل یکی از دوکهای دنیای تاریکه، یه دختر با بالهای گریفین که فرماندهی 48 لشکر از شیاطین رو به عهده داره. این شیطان میتونه بدن رو گرم کنه و توهم صدای آب ایجاد کنه. استاد علوم لیبراله و با آب در ارتباطه. شماره 50، فورکاس. فورکاس یکی از رؤسای دنیای تاریکه، شکل پیرمرد با موی سفید و ریش بلند و سوار اسب به همراه یه نیزه بلند ظاهر میشه و حاکم 20 لشکر از شیاطینه. این شیطان یه موجود بیرحمه و قوی ترین طالبین دنیای تاریکه. شماره 51، ولم. ولم یکی از پادشاهان دنیای تاریکه که 3 سر داره، یه سر انسان، یه سر بز و یه سر گاو نر. با چشمای شعله‌ور و دم مار یه شاهین با خودش هم میکنه و سواری خرس قویه. به بیش از 40 لشکر شیطان حکومت میکنه، میتونه مردها رو نامری کنه و به اتفاقات گذشته و حال و آینده پاسخ صحیح بده. شماره 52، آلوسیس. آلوسیس یکی از دوکهای دنیای تاریکه که شکل سربازی با سر شیر و سوار اسب دیده میشه. 36 لشکر شیطان تحت فرماندهی خودش داره و به آموزش نجوم و اعطای آشنایان میپردازه. شماره 53، کیم. کیم یکی از رؤسای دنیای تاریکه که به شکل ترکیبی از پرنده سیاه و یه مرد ظاهر میشه و همیشه شمشیر تیزی تو دست داره. 30 لشکر شیطان تحت فرماندهی خودش داره و میتونه درک صدای پرنده ها، گاف ها، سک ها و موجودات دیگر رو به هر کسی بده و در مورد آینده پاسخهای واقعی میده. شماره 54، مرمر. مرمر از این خانواده سلطنتی تو دنیای تاریکه که به شکل سربازی زره پوش با تاج سوار یک کرکس بزرگ ظاهر میشه و به 30 لشکر از شیاطین حکمرانی میکنه. این شیطان استاد فلسفه است و میتونه روح افراد مرده رو برای پاسخ دادن به سوالات جادوگر و احضار کننده با خودش بیاره. شماره 55، اوروبس. اوروبس یکی از شاهزاده های دنیای تاریکه که ترکیبی از اسب و انسانه و 20 لشکر شیطان تحت کنترل خودش داره. این شیطان مظهر دروغه و دروغگوها رو یاری میکنه، همچنین دوستی ها رو به دشمنی تبدیل میکنه. شماره 56، گموری. گموری یکی از دوکهای دنیای تاریکه که به شکل یه زن زیبا سوار شتر ظاهر میشه و 26 سپاه از ارواح رو تحت فرماندهی خودش داره. این شیطان قدرت آشکار کردن دفینه های پنهان رو داره و از گذشته و آینده باخبره، همچنین قدرت تهیه عشق برای زنان رو هم داره. شماره 57، اوز. اوز یکی از رؤسای دنیای تاریکه که به شکل پلنگ ظاهر میشه و تنها 3 لشکر شیطان ازش پیروی میکنن. این شیطان در مورد مسائل الهی و مخفی پاسخهای واقعی میده. اون یه جادوگره، با این حال هر بار تلسماش فقط 1 ساعت موندگاری داره. اوز جنون میبخشه و میتونه افراد رو به حیوانات تبدیل کنه و قربانیان از اینکه به حیوان تبدیل شدن آگاهی ندارن. شماره 58، ایمی. ایمی یکی دیگه از رؤسای دنیای تاریکه. اون به شکل شعله آتش قبل از تبدیل شدن به انسان ظاهر میشه و به 36 لشکر از شیاطین حکمرانی میکنه. این شیطان واکنش‌های مثبت رو تحریک میکنه و جای گنج‌ها رو پیدا میکنه. برخی از منابع میگن که ایمی یکی از فرشته‌ها بوده که بعداً به شیطان تبدیل شده. شماره 59، اوریاکس. اوریاکس یا اوریس یکی از مارکی‌های دنیای تاریکیه که به شکل شیر قدرتمند و قوی با دم مار ظاهر میشه که دو دست راستش مار بزرگ رو هم میکنه و 30 لشکر از ارواح رو تحت فرماندهی خودش داره. این شیطان امارت ستاره ها و سیارات رو میدونه و میتونه مردها رو به شکلهای مختلف در بیاره و حال افراد رو دگرگون کنه. شماره 60، وپیولا. وپیولا یکی از دوکهای دنیای تاریکه که به شکل یه شیر و بالهای گریفین ظاهر میشه و فرمانده 36 سپاه از شیاطینه. این شیطان استاد مکانیک و علومه. شماره 61، زاگان. زاگان یکی از پادشاهان دنیای تاریکیه که به شکل گاو نر و بالهای گریفین ظاهر میشه و
فرماندهی 33 لشکر از شیاطین رو بر عهده داره. این شیطان یه تبدیلگره، میتونه شراب رو به آب، آب رو به شراب و همچنین خون رو به شراب تبدیل کنه. همچنین میتونه فلزات رو به سکه‌هایی تبدیل کنه که با اونها فلز ساخته میشه. شماره 62، ولک. ولک یکی از رؤسای دنیای تاریکه که به شکل پسر بچه بالدار سواره اجنه‌های دو سر ظاهر میشه و فرمانده 27 لشکر از ارواحه. این شیطان قدرت کنترل مکان و پیدا کردن گنج‌ها رو داره. همچنین بهش احضار کننده مارها هم میگن. شماره 63، آندرس. آندرس یکی از مارکی‌های دنیای تاریکه که با بدن آدم و دوتا بال و سری جغد سواری گرگ سیاهه و شمشیری توی دستش ظاهر میشه و 30 تا لشکر شیطانی رو فرماندهی میکنه. این شیطان مأمور جنگ و کشتاره و مسئول کاشت اختلاف. آندرس یه شیطان بسیار خطرناکه که در صورت عدم اقدامات احتیاطی میتونه جادوگر و احضار کننده ها رو بکشه. شماره 64، آورس. آورس یا فلوراس یکی از دوکای دنیای تاریکه که به شکل پلنگ انسان نما و پنجه های بزرگ ظاهر میشه. این شیطان پاسخ واقعی همه مسائل گذشته و حال و آینده رو میدونه، اما باید اونو وارد مثلث جادویی کنن، چون در غیر این صورت دروغ میگه و جادوگر و احضار کننده رو فریب میده و تو کارهای دیگه گمراه میکنه. شماره 65، اندریالفس. اندریالفس یکی از مارکی های دنیای تاریکه که به شکل طاووس ظاهر میشه و موقع احضارش صداهای زیادی شنیده میشه. این شیطان به علوم هندسه کاملا آگاهه و حیله‌گری رو آموزش میده. همچنین میتونه هر انسان رو به پرنده تبدیل کنه. شماره 66، سیمجس. سیمجس یا کیماریس یکی از مارکی های دنیای تاریکه که به شکل جنگجو با شمشیر و سپر سواری اسب سیاه ظاهر میشه و 20 لشکر شیطانی بهش خدمت میکنن. این شیطان میتونه گنج ها و اشیای گم شده رو پیدا کنه و مردها رو تبدیل به جنگجو کنه. شماره 67، امدوسیس. امدوسیس یکی از دوکای دنیای تاریکه که به شکل ترکیبی از آدم و اسب تکشاخ ظاهر میشه که 29 لشکر از شیاطین و ارواح تحت فرماندهی خودش داره. صدای این شیطان زمان طوفان شنیده میشه. احضار شدنش با صدای شیپور همراهه. اگه جادوگر و احضار کننده بهش فرمان بدن، کنسرت برگزار میکنه، در حالی که همه آلات موسیقی شنیده میشن اما نامرئی و پنهان هستن. امدوسیس مسئول موسیقی دنیای تاریکه. شماره 68، بلیل. بلیل یکی از شاهان دنیای تاریکیه که به شکل هیولای عجیب انسانی به دو انسان در هم آمیخته شده دیده میشه. این شیطان به شدت مخالف خدا و مظهر دوگانگی محسوب میشه. میتونه روح رو به طور مداوم آشفته کنه و با گمراه کردنش انسان رو از خدا دور کنه. بلیل متخصص جادوگریه. شماره 69، دکارابیا. دکارابیا یکی از مارکی های دنیای تاریکیه که به عنوان یه ستاره پنتاگرام ظاهر میشه و 35 لشکر شیطان تحت فرماندهی خودش داره. این شیطان فضایل تمام گیاه ها و سنگ های قیمتی رو میدونه و میتونه هر چیزی رو به پرنده تبدیل کنه. تحت درخواست جادوگر به شکل مرد تبدیل میشه. شماره 70، سیر. سیر یا همون سایر یکی از شاهزاده های دنیای تاریکیه که به شکل پسری زیبا سواری اسب بالدار ظاهر میشه و 26 لشکر شیطان تحت فرماندهی خودش داره. این شیطان میتونه در عرض چند ثانیه به هر مکانی از زمین بره تا کارهایی که جادوگر ازش خواسته رو انجام بده. اون تو پیدا کردن گنجا همینطور سرقت کمک زیادی میکنه. شماره 71، دنتالیون. دنتالیون یکی از دوکهای دنیای تاریکه که به عنوان مردی که یک کتاب عجیب و حمل میکنه دیده میشه با چندین چهره از جنسهای مختلف و فرماندهی 36 لشکر از ارواح. این شیطان قدرت اصلیش کنترل ذهنه که به این وسیله چشم‌اندازهایی از هر نقطه جهان رو نشون میده. شماره 72، اندرومالیوس. اندرومالیوس از یه خانواده سلطنتی تو دنیای تاریکه به عنوان یه مرد ظاهر میشه و همیشه با خودش یه مار بزرگ حمل میکنه و 36 لشکر از شیاطین تحت فرماندهی خودش داره. این
شیطان آمار واقعی تمام فسادها و شرارتها رو داره و میتونه دزد و کالای دزدیده شده رو برگردونه. اینکه این موجودات شیطانی وجود دارن تو تمام سنت ها به طور مستقل رشد کرده و نظر تاریخی تو بسیاری از زمینه ها و فرهنگ ها تایید شده. شرارت، ناپیدایی و بیوفایی، این سه مورد تو ذات یه موجود شیطانی وجود داره و در تمام شیاطین ثابته. شرارت به معنی بدخواهی و بدفطرتی و فاقد خیر بودنشونه. ناپیدایی به معنی نامرئی بودنشون و حضورشون تو بعد متفاوت از بعد ماه و بیوفایی به معنی پیمان شکنی و خائن بودنشونه. شیاطین آتیش فتنه رو روشن میکنن ولی خودشون رو تو معرکه قرار نمیدن. اگر ازشون کاری بخواید و باهاشون معامله ای انجام بدید به وعده هاشون عمل نمیکنن. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بود لایک کنید.